میدونیم که هر سلول بدن ما یه وظیفه مشخصی به عهده داره. سلولای ماهیچه‌ای برای حرکت، سلولای عصبی برای مغز و ارتباط اندام‌ها، گلبولای قرمز برای حمل اکسیژن، ولی نکته عجیبی که وجود داره اینه که همه اینا فقط از یه سلول بنیادی به وجود اومدن که هیچ کدوم از این کارا رو نمیتونست انجام بده. هدف امروزمون اینه که ببینیم چطور این اتفاق میفته. سلولای بنیادی دقیقاً چی‌ان؟ چجوری میتونن به این همه سلول مختلف تبدیل بشن؟ اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. یه شرکت پیشرو در زمینه ساخت انواع سنسورهای دقیق و قابل اطمینان. سنسورهای فیوتک همه جا هستن، از ساعت‌های هوشمند تا ربات‌ها، اندام‌های مصنوعی و ابزار پزشکی، کاوشگرهای فضایی و خیلی موارد دیگه. برای اطلاعات بیشتر به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. دهه 90 میلادی یه جراح از دانشگاه هاروارد به نام جوزف واکانتی به این فکر می‌کرد که چقدر خوب میشه اگه بتونیم اندام‌های بدن رو داخل آزمایشگاه بسازیم و جایگزین کنیم. از یکی از همکاراش که جراح پلاستیک بود، پرسید سخت‌ترین قسمت بدن که توی جراحی‌های پلاستیک ترمیم می‌کنید کجاست؟ اونم جواب داد گوش، به خاطر ساختار قزروفی و پیچیده‌ای که داره، ترمیمش خیلی سخته. بنابراین واکانتی و همکاراش تصمیم گرفتن با استفاده از سلول‌های بنیادی یک گوش مصنوعی بسازن. برای این کار یک قالب از جنس مواد تجزیه پذیر که جذب بدن میشن ساختن و زیر پوست یک موش آزمایشگاهی وصلش کردن. روی این قالب هم سلول‌های بنیادی قرار دادن که از جریان خون موش تغذیه کردن و بعد از چند هفته یک گوش کامل ساخته شد. سال 1997 که خبر این اتفاق به همراه تصاویرش بیرون اومد، باعث تعجب شدید مردم دنیا شد. یه موش با یه گوش انسان روی پشتش. خیلی ها فکر میکردن این کار با دستکاری ژنتیکی موش انجام شده، در حالی که قضیه مربوط به سلول‌های بنیادی بود. از همون زمان یه موج مخالفت بزرگی بر علیه این کار شروع شد. این موش که بهش میگفتن موش واکانتی تبدیل شده بود به سمبل پیشروی بیش از حد علم. بعضیا دلشون برای موش بیچاره میسوخت، بعضیا هم معتقد بودن این کار دخالت توی کار خداست، که خب همچین طرز فکری چندین قرن در برابر پیشرفت علم مقاومت کرده. با این حال هنوزم در زمینه سلول‌های بنیادی کارهایی داره انجام میشه که باهاش مخالفت میکنن، مثل تولید جنین انسان. اما برای شناخت دقیق‌تر سلول‌های بنیادی بهتر از ابتدای داستان شروع کنیم، وقتی که اولین سلول انسان به وجود میاد. بعد از لقاح، یعنی ترکیب سلول‌های نر و ماده، یه دونه سلول کامل داریم که بهش میگن زایگوت. اولین تقسیم‌هایی که انجام میده سلول‌های شبیه خودش ایجاد می‌کنه، ولی تقریباً از روز 4 و 5 همینطور که در حال تقسیمن تبدیل میشن به دو نوع سلول متفاوت. بعضیاشون یه محفظه کروی ایجاد میکنن که پر از مایع است، بقیهشون هم داخل این کره قرار میگیرن و خود جنین رو میسازن. به جفتشون با هم میگن بلاستوسیست. بنابراین زایگوت معروف به سلول بنیادی همه توان، یعنی این توانایی رو داره که به همه نوع سلول دیگه‌ای تبدیل بشه. توی این سلسله مراتب بالاترین جایگاه رو داره. با گروه اول که محفظه رو تشکیل میدن کاری نداریم. گروه دوم که داخل محفظه است معروف به سلول‌های بنیادی جنینی. اینا میتونن به انواع سلول‌هایی که برای ساخت یه انسان کامل نیازه تبدیل بشن. برای همین بهشون میگن سلول‌های بنیادی پرتوان. یه درجه پایین‌تر از همه توان قرار میگیرن، چون توانایی تبدیل شدن به اون محفظه اطراف جنین رو ندارن، فقط خود جنین. با گذشت زمان این سلول‌های پرتوان هم کم کم تبدیل میشن به گروه‌هایی که اندام‌های مختلف بدن رو تشکیل میدن. به اینا میگن سلول‌های بنیادی چند توان. مثلا یه گروه از این چند توان‌ها وجود داره به نام سلول‌های بنیادی خونساز که تبدیل میشن به انواع سلول‌های سازنده خون مثل گلبول‌های سفید و قرمز، پلاکت‌ها، سلول‌های بیوتی و بقیه. ولی مثلا توانایی تبدیل شدن به سلول‌های مغز رو ندارن. اونا خودشون از یه گروه جداگانه ای از چند توان‌ها به وجود میان.
بعد از چند توان میرسیم به سلول‌های بنیادی کم توان. شبیه گروه قبلی‌اند، با این تفاوت که نسبت به اونا به انواع کمتری از سلول‌ها میتونن تبدیل بشن. مثلا در مورد همین خون، سلول‌های بنیادی لنفوئید توانایی تبدیل به سلول‌های بیوتی رو دارن ولی نمیتونن گلبول‌های قرمز رو بسازن. آخرین گروه هم سلول‌های بنیادی تک توان هستن که فقط میتونن به یه نوع سلول تقسیم بشن که اونم شبیه خودشونه. پس این انواع سلول‌های بنیادی بود که از پایین به بالا زیر شاخه‌های همدیگن. حالا اینجا یه سوال مهم پیش میاد. دقیقاً چی باعث میشه یه سلول بنیادی تبدیل بشه به یه سلول تخصصی؟ فرض کنید شما و دوستتون هر دو از کتاب‌های یک کتابخونه استفاده می‌کنید. شما به کتاب‌های مربوط به فیزیک علاقه دارید ولی اون کتاب‌های فلسفه رو می‌خونه. همین باعث میشه شما دو تا آدم متفاوت باشید با اینکه کتابخونه شما مشترکه. در مورد سلول‌ها هم یه همچین نکته‌ای وجود داره. تقریباً تمام سلول‌ها حاوی مولکول‌های DNA هستن. هر کدوم از این مولکول‌های خیلی بلند تمام اطلاعات ژنتیکی که برای ساخت یه انسان کامل نیازه رو داخل خودش داره. این اطلاعات به صورت ترکیب‌های پیچیده و طولانی از اتم‌ها رمزگذاری شده. از طرفی هر مولکول DNA رو میشه به هزاران قسمت کوچیک‌تر تقسیم کرد که به هر کدومشون میگن یه ژن. مثلا این قسمت از DNA میتونه ژن مربوط به رنگ پوست و مو باشه، یا این قسمتش میتونه حاوی بعضی از بیماری‌های ژنتیکی باشه. حالا یه مولکول به نام RNA پلیمراز وجود داره که از این ژن‌های مختلف کپی برداری میکنه. ولی برای انجام این کار اول باید محل دقیق ژن مورد نظر رو از بین هزاران ژن دیگه پیدا کنه. این کار رو با کمک مولکول‌های مهمی انجام میده به نام فاکتورهای رونویسی. هر گروهی از ژن‌ها فاکتور رونویسی مخصوص خودشو داره. وقتی آرنای پلیمراز محل شروع ژن رو با کمک این فاکتورها پیدا کرد، دو تا رشته DNA رو از هم جدا می‌کنه و همینطور که روی یکی از این رشته‌ها جلو میره، ازش کپی برمی‌داره. به این کار میگن رونویسی. بنابراین حالا ما یک کپی از یکی از ژن‌های DNA داریم که بهش میگن mRNA یا RNA پیام رسان. این مولکول از هسته خارج میشه و میره به سیتوپلازم. اونجا مولکولای دیگه‌ای وجود داره به نام ریبوزوم که این رشته‌های کپی شده از ژن‌ها رو میگیره و از روش پروتئین میسازه. یعنی اطلاعات ژنتیکی ترجمه میشه به پروتئین‌ها که به این فرایند میگن ترجمه. پس به طور خلاصه بر اساس اینکه داخل هر سلول کدوم گروه از فاکتورهای رونویسی تعدادشون بیشتر باشه، ژن‌های متفاوتی رونویسی میشن و ترجمه میشن به پروتئین‌ها. نکته مهم اینه که همین پروتئین‌ها تعیین می‌کنن که شکل و عملکرد اون سلول چطور باشه. مثلا بعضی از پروتئین‌ها باعث میشن سلول مورد نظر زائده‌های بلندی داشته باشه و سیگنال‌های الکتریکی رو به خوبی جابجا کنه. یا پروتئین‌های دیگه به سلول این توانایی رو میدن که مولکول‌های اکسیژن رو با خودش حمل کنه. بقیه‌شون هم به همین ترتیب. بنابراین شبیه همون مثالی که گفتم، سلول‌های مختلف در واقع کتاب‌های متفاوتی از یک کتابخونه یکسان رو می‌خونن و متفاوت میشن. کتاب‌ها همون ژن‌هان، کتابخونه هم همون DNA. خب تا اینجا دلیل اصلی وجود سلول‌های مختلف رو فهمیدیم. حالا باید ببینیم دقیقاً چی سلول‌های بنیادی رو مجبور می‌کنه که فاکتورهای رونویسیشون متفاوت بشه و تبدیل بشن به انواع سلول‌ها. اولین عامل خود تقسیم سلولیه. دو تا نوع کلی داره، متقارن و نامتقارن. توی تقسیم سلولی متقارن دو تا سلولی که ایجاد میشن شبیه همدیگن. مثلا اولین سلول بنیادی بعد از لقاح یا همون زایگوت تا یه مدتی تقسیم متقارن داره. سلولهایی ایجاد میکنه دقیقاً شبیه خودش. ولی بعد از چند روز کم کم تقسیم غیر متقارن شروع میشه. تو این حالت پروتئین هایی مثل همون فاکتورهای رونویسی به طور غیر یک نواخت منتقل میشن به سلول های فرزند. بنابراین یکیشون شبیه مادر خودش میشه و یه سلول بنیادی از کار در میاد، ولی اون یکی چون فاکتورهای رونویسی متفاوتی داخلش هست، ژن های متفاوتی از DNA رو میخونه و ترجمهشون میکنه به پروتئین های مخصوص،
بعدش هم به خاطر وجود همین پروتئین ها شکل و عملکردش یه جور دیگه میشه. تبدیل میشه به یه سلول تخصصی که یه وظیفه مشخصی رو به عهده داره. به این اتفاق میگن تمایز، یعنی سلول بنیادی متمایز میشه به یه سلول تخصصی مثل نورون یا پوست یا خون به اضافه یه سلول بنیادی دیگه. به خاطر همینه که داخل اندام‌های مختلف ما غیر از سلول‌های تخصصی مربوط به اون اندام همیشه یه تعدادی سلول بنیادی هم وجود داره. پس تقسیم سلولی یکی از روش‌های تبدیل سلول‌های بنیادی به تخصصیه که از داخل خود سلول سرچشمه می‌گیره. روش دوم از بیرون سلول میاد. بهش میگن سیگنال دهی القایی یا به طور خلاصه القا. یه گروهی از سلول‌ها تو شرایط مشخصی مولکول‌های از خودشون آزاد می‌کنن که معمولاً بهشون میگن لیگاند. این پیام‌رسان‌های شیمیایی با گیرنده‌های مخصوصی که روی سطح بعضی از سلول‌های بنیادی وجود داره جفت میشن. در نتیجه یه سری فرایندهای شیمیایی داخل این سلول‌های گیرنده شروع میشه. مثلا بعضی از فاکتورهای رونویسی تعدادشون افزایش پیدا می‌کنه که نتیجه‌اش میشه خوندن ژن‌های متفاوت و در نهایت هم تغییر اون سلول. زمانی که پوست شما زخم میشه، سلول‌های اطرافش با همین روش سلول‌های بنیادی پوست رو مجبور می‌کنن به تقسیم و تمایز برای تولید سلول‌های جدید و ترمیم پوست. روش القا موقع شکل‌گیری جنین هم نقش خیلی مهمی داره. باعث ایجاد اندام‌های مختلفی مثل چشم و گوش و بقیه قسمت‌های بدن میشه. البته خیلی وقتا پیش میاد که سلول‌های فرستنده و گیرنده فاصله زیادی از هم دیگه دارن. اینجور مواقع معمولاً از جریان خون برای انتقال سیگنال‌های شیمیایی استفاده میشه. گروه‌هایی از سلول‌ها که بهشون میگیم غده، مولکول‌های مشخصی رو آزاد می‌کنن که وارد جریان خون میشن و به تمام بدن سفر می‌کنن. به این نوع سیگنال‌ها میگن هورمون. مثلا غده هیپوفیز هورمون رشد رو آزاد میکنه که روی سلول‌هایی که گیرنده مخصوص دریافت این مولکول‌ها رو داشته باشن اثر میذاره و وادارشون میکنه به رشد و تقسیم. جزئیات سلول‌های بنیادی از چیزی که گفتم خیلی بیشتره. در واقع خیلی از قسمت‌هاش لبه دانش ما محسوب میشه. هنوز نمیدونیم دقیقاً چطور کار میکنن. حالا اجازه بدید یه مقدار کاربردهای جالبش رو بررسی کنیم. خب واضحه که تمام کاربردهای سلول‌های بنیادی مربوط میشه به بدن موجودات زنده، مخصوصاً ما انسان‌ها. از این سلول‌ها برای درمان بیماری‌هایی مثل سرطان و دیابت، ترمیم جای زخم‌ها و سوختگی‌ها، ساخت اندام‌های مصنوعی، جلوگیری از پیری، اصلاح مشکلات ژنتیکی و خیلی موارد دیگه استفاده میشه. برای این کاربردها انواع مختلفی از سلول‌های بنیادی استخراج میشه که 4 تا از مهم‌ترین‌هاشو اینجا میگم. شماره 1 سلول‌های بنیادی جنینی هستند که از اولین مراحل رشد جنین گرفته میشن، یعنی همون توده داخلی بلاستوسیست. این کار باید قبل از لانه‌گزینی انجام بشه، قبل از اینکه بلاستوسیست متصل بشه به دیواره رحم، یعنی یه چیزی بین 4 تا 7 روز بعد از لقاح. این سلول‌ها همونطور که دیدیم پرتوانن. میتونیم توی آزمایشگاه پرورششون بدیم و تبدیلشون کنیم به هر نوع سلولی که لازم داریم. همین نشون دهنده اهمیت خیلی زیادشونه. بلاستوسیست موجوداتی مثل موش رو توی آزمایشگاه‌ها زیاد می‌گیرن و کشت می‌کنن. اما در مورد انسان موانع اخلاقی یا مذهبی خیلی وقتا اجازه این کار رو نمیده. با این استدلال که این سلول‌ها قراره به یه انسان کامل تبدیل بشن. الان کشورهایی مثل آلمان، اتریش، فنلاند، ایتالیا استفاده از سلول‌های بنیادی جنینی انسان رو ممنوع کردن. تو بعضی از کشورها هم با رعایت قوانین سفت و سختی میشه یه کارایی انجام داد. مثلا بعضی از قوانین میگن تا قبل از اینکه اندام‌های اولیه بدن شکل بگیرن، اون جنین باید نابود بشه. تقریباً 2 سال پیش دانشمندای اسرائیلی تونستن با سلول‌های بنیادی پوست موش یه جنین موش ایجاد کنن بدون اینکه هیچ سلول نر و ماده‌ای ترکیب شده باشه. پارسال هم دانشمندای دانشگاه کمبریج همین کار رو با سلول‌های انسان انجام دادن که سر و صدای زیادی به پا کرد. هنوز راه درازی باقی مونده تا تکمیل این پروژه ها. غیر از بحث توانایی های علمی، باید دید قانون تا چه حد اجازه میده تولید جنین های بدون پدر و مادر جلو بره.
محدودیت‌های قانونی در مورد استفاده از سلول‌های جنینی باعث شده خیلی از دانشمندا برن سراغ روش‌های جایگزین. دومین روش معروف به سلول‌های بنیادی پرتوان القایی یا به طور خلاصه IPS. این روش اولین بار سال 2006 توسط دانشمندای ژاپنی ابداع شد. به این صورت که سلول‌های فیبروبلاست داخل پوست رو برمی‌دارن، بعدش ژن‌های مشخصی رو داخلش فعال می‌کنن که این ژن‌ها باعث میشه رفتاری شبیه سلول‌های بنیادی پرتوان داشته باشه. این سلول‌های القایی میتونن به طور نامحدود تکثیر بشن و هر نوع سلولی که تو بدنمون داریم ایجاد کنن. بنابراین میتونیم همون سلول‌های بنیادی جنینی رو داشته باشیم بدون از بین بردن یا دستکاری جنین انسان. فقط کافیه یه مقدار از پوست شخص مورد نظر برداریم. از طرفی چون این سلول‌ها از خود شخص گرفته میشه، کاملاً با بدن بیمار همخوانی داره. یعنی اگه ازشون برای ترمیم اندام‌ها یا درمان بیماری‌ها استفاده کنیم، بدن بیمار اینا رو به عنوان یه سلول غریبه پس نمیزنه. البته این روش هنوز خیلی سخت و کنده. همچنان دانشمندا دارن روش کار می‌کنن. سومین سلول‌های بنیادی مزانشیمی هستن که از بافت‌های مختلف بدن مثل مغز استخوان و خون بند ناف و چربی استخراج میشن. این سلولای بنیادی از نوع چند توانی هن. برای ترمیم قسمتهایی از بدن مثل استخون و قزروف و ماهیچه و تاندون ها کاربرد دارن. مثلا برای درمان ورم مفاصل یا بیماری های قلبی میشه ازشون استفاده کرد. چهارمی سلولهای بنیادی خونساز هستن. اینا هم از منابعی گرفته میشن مثل مغز استخوان و خون بند ناف. میتونن انواع سلولهای خونی رو بسازن. پس برای درمان بیماریهایی مثل سرطان خون و بقیه مشکلات خونی مفیدن. در کل برای هر مشکلی انواع مختلفی از سلولهای بنیادی استفاده میشه. سلول‌هایی که از بدن یه شخص میگیرن هم میتونه برای درمان خودش به کار بره هم درمان دیگران. الان تو کشورهای مختلف دنیا بانک‌های خون بند ناف وجود داره که هر کی مایل باشه در ازای پرداخت یه مبلغی خون بند ناف بچه‌ش رو منجمد می‌کنن تا اگه در آینده مشکلی براش پیش اومد از سلول‌های بنیادی خودش برای درمانش استفاده کنن. اینجوری درمان بیماری‌های مثل سرطان نتیجه خیلی بهتری میده نسبت به استفاده از سلول‌های بنیادی که مثلا از مغز استخوان گرفته میشه. با وجود تمام این پیشرفت‌ها در زمینه سلول‌های بنیادی، به نظرم هنوز خیلی مشخص نیست آینده به کدوم سمت میره. یکی از مسیرها اینه که از همین سلول‌های بنیادی بدن خودمون استفاده می‌کنیم برای ساخت اندام‌ها، درمان بیماری‌ها، افزایش سن. یه مسیر دیگه هم همونه که اعضای بدنمون با ماشین‌ها جایگزین میشه. فعلاً مسیر سلول‌های بنیادی به واقعیت نزدیک‌تره. ولی خب ماشین‌ها و کامپیوترها هم با سرعت خیلی زیادی دارن پیشرفت می‌کنن. باید دید کدوم یکی از این دوتا در نهایت موفق میشه. همچنان انسانی ساخته شده از سلول‌ها باقی می‌مونیم یا سرنوشت دیگه‌ای در انتظارمونه؟